میدانم که شما نزد خود سوالاتی دارید که وقت طرح آنها به علت کمی وقت مشکل است و امیدوارم وقتی میسر بشود که کمیته اینجا سوالات را جمع کنیم و بفرسته خودشون اینجا جواب بدن تا حدودی که میشه و ما هم اطلاع پیدا کنیم و نظرات کلیمون را بگیم. این است که باید بدانید که سیاست و رفتار ما موضع گیری های همیشگی نهضت مقاومت ملی روشن بدون تکلف و به اصطلاح با گلازنوست گلاز آی گلازنوست میگن گلاسنست 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 کامل خواهد بود. دیشب در مقابل برای مثال عرض میکنم دیشب در مقابل کانال سراسری آلمان از من سوال شد که نظر خود را در مورد آدم ربایی اخیر اسرائیل بیان کنم. پاسخ من این بود که هر قدر که فکر کنید نسبت به شیخ عبدالکریم عبید و همراهانش نفرت داشته و دارم، این عمل مخصوصا از طرف یک دولت مسئول که به دروغ دائما از تروریسم اعراب و فلسطینی ها سخن میگوید غیر قابل قبول است. وقتی یه دولتی مسئول شد نمیتوانه بفرسته یه آدمی را با تیاره و هلیکوپتر بیارند ازش بازجویی بکنه. چنین چیزی را من قبول نمی کنم، شاید دموکرات بودن، شاید دلایل دیگری. و این عمل و اعدام افسر امریکایی را نیز محکوم می کنم. من میدانم که در این موضع گیری شیخ کذایی، دولت اسرائیل و دولت امریکا با ما همچنان مهربان نخواهند، ولی راه سیاست نهضت مقاومت ملی همواره راه شجاعت و شرافت است و تا من و به هر قیمتی که بشود تا من زنده ام این راه را خواهم پیمود و این راهی است که دموکراسی را در ایران زودتر میسر می کند و با به احترام ما در جهان خواهد افزود و ما را کشوری تابناک و درخشنده در انظار جهان خواهد کرد. ایران هرگز نخواهد کرد. Thank you.
آسمان به باز نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه هم دور از تو نیست اندیشه هم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما بیننده عزیز قبل از شروع مراسم امروز با چند تن از هموطنان دور از وطن مصاحبه داشته ایم که به دنبال این مراسم میبینید سلام حال شما چطوره؟ میتونم ازتون خواهش کنم بگید برای چی اومدید اینجا؟ والا خود مثل همه برای اینکه بتونم مسخره آقای بختیار استفاده کرده باشم و بتونم گامی و در جهت پیشبرد هدف مملکتم برم به امید اینکه پیروز باشید میتونم خواهش کنم بگید که چند سالتونه؟ من 21 سالم چند وقته که ایران نیستید؟ من الان تقریبا 5 ماهه که ایران نیستم 5 ماهه پس در اون زمانی که ایران ما ویران میشد شما شاهد ویرانی ها بودید آرزو میکنم که هیچ بار در تاریخ دیگه این مسئله تکرار نشه سلام حالتون خوبه؟ متشکرم شما خوب هستید؟ خیلی متشکرم میبینم که تشریف آوردید توی سالون و هنوز بقیه یاران و همبستگان ما نیومدن اما من به عنوان یک ایرانی میتونم از شما خواهش کنم به من چند تا جواب بدید اولین سوالم این هست که چند وقته ایران نیستید؟ حدود 4 سال. 4 ساله که آواره کشور غریب هست. بله. هم من، هم شما و هم سایر هموطنان. میتونم خواهش کنم که بگید به چه مناسبت امروز اومدید اینجا؟ امروز سال روز مشروطیت 14 مرداد و ما اومدیم اینجا که به صحبت‌های آقای دکتر شاپور بختیار گوش کنیم. آفرین. و بتونیم این همبستگی رو بیشتر کنیم تا رژیم موجود در ایران رو روزی به یاری خدا از اونجا بیرونش کنیم به امید این که پیروز و موفق باشیم خانم شما حالتون چطوره؟ خیلی ممنون میبخشین من با فکر میکنم همسرتون هستم یکی دو کلمه سوال کردم یکی دو گفته شنود شد از شما خواهش میکنم بفرمید که شما چه احساسی دارید؟ من هم احساسم دقیقا مثل تمام ایرانی ها هست و امروز اینجا حاضر شدم که همبستگی خودم رو اعلام بکنم و به امید روزی هستم که بتونم به مملکتم برگردم به امید بازگشت به ایران آزاد امیدوارم ایران هرگز نخواهد مرد.